خب خانم آقایان سلام و روز بخیر. همطور که احتمالا در جریان قرار گرفتید، موضوع بحث امروز ما در مورد بحث دانش سازمانی است که یه الزام جدید در استاندارد ISO 9001 ورژن سال 2015 هستش. گاهی اوقات عبارت مدیریت دانش رو هم برای دانش سازمانی به کار میبرن، ولی حقیقت اینه که در استاندارد ISO 9001 ورژن سال 2015 عبارت دانش سازمانی یا Organizational Knowledge رو در واقع به کار میبره. حالا طبیعتا اختلافاتی هم بین این دوتا هست، مبحث مدیریت دانش مبحث بسیار وسیع‌تری هستش، ولی از آنجا که سازمان‌های ما میخوان سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رو پیاده کنن، نیازمند اینن که الزامات ISO 9001 رو پیاده کنن. طبیعتا آنچه که استاندارد گفت در این در واقع جلسه برای ما مهم هستش که بهش بپردازیم. من توضیحاتی در مورد الزامات استاندارد خواهم داد و خدمت شما خواهم گفت که آنچه که استاندارد به دنبالش هست و میگه چی هستش. به خاطر دارید که در ورژن‌های گذشته در تمام استانداردهای مدیریتی، من جمله در 2001 ورژن 2008 و حتی قبل‌تر از اون، ما یه الزامی داشتیم تحت عنوان صلاحیت که بند مستقلی گفته می‌شد و بعد در بند مستقل‌تر دیگه‌ای تحت عنوان بند آموزش، صلاحیت آگاهی و آموزش، موضوعات مرتبط با آموزش رو هم مطرح کرد. تو ویرایش جدید نگاه به موضوع آموزش خورده متفاوت شده و بیشتر به این داره می‌پردازه که آنچه که سازمان بهش نیاز داره صرفا آموزش تنها نیست، بلکه چیزی که باید به دست بیاد چیزی به اسم دانش. و طبیعتا فکر کنم موافق باشید که دانش صرفا از راه آموزش به دست نمیاد. ممکنه شما تجربیات کاری داشته باشید، ممکنه مطالعات شخصی داشته باشید، ممکنه مشاور بگیرید، ممکنه تکنولوژی بخرید و به دانش برسید، و یکی از راه‌هاش هم طبیعتا خود همون آموزش‌های کلاسیک یا در واقع مقصومی هستش که از ابتدا هم بوده و همین حالاش هم در سازمان‌ها وجود داره و بسیاری از سازمان‌ها هم بسته به نوعشون و سایزشون یه بخش و واحدی به اسم آموزش هم دارن. بنابراین ما به دنبال این هستیم که در ورژن جدید به این برسیم که دانش سازمانی و آنچه که سازمان بهش نیاز داره از کجا به دست میاد. الزام استاندارد مبنی بر اینه که نیازهایی که در حوزه دانشداری رو باید شناسایی بکنیم و با شناخت این نیازها نسبت به برآورده سازی اونها اقدام بکنیم. شناخت دانش سازمانی مستلزم این هستش که ما از فرایندهای مختلف خودمون باخبر باشیم و بدونیم در فرایندهای مختلف سازمانمون چه نیازهایی به دانش‌های مختلف هست، یه استانداردی از اونا به وجود بیاریم و حالا در ادامه خواهم گفت که چگونه با چه فرمت‌های اونها رو برآورده کنیم تا بتونیم الزامات استاندارد برآورده بشه توسط ما. استاندارد در ادامه هم میگه توی در واقع یه نوت یا یادآوری که در انتهای بند استاندارد وجود داره، بند 7.6 که دانش سازمانی می‌پردازه، میگه از براه درون سازمانی و برون سازمانی میتوان به دانش دست پیدا کرد. در اون سازمانی مثالهایی که میزنه به عنوان مثال پروژه های شکست خورده، پروژه های موفق، تجربیات و غیره هستش. منابع برون سازمانی، استانداردها و کدها، کنفرانس ها، سمینار ها و چیزهایی از این دست. حالا در واقع موارد دیگه‌ای که تو خود استاندارد بهش اشاره کرده، میگه اینا سورس‌هایی از منابعی هست که شما میتونید دانش رو به دست بیارید و در واقع دانش حاصل بشه براتون. دانشی به دست اومد گاهی اوقات ممکنه همه کسانی که تو اون بخش از سازمان این دانش رو در واقع در دیدشون قرار بدید شامل همه افراد نیازمند نشه. نیازمند انتقال دانش از اون افرادی که دانش رو فرا گرفتن به نفرات جدیدی باشه. حالا تو فرمتی که من خدمتشونشون خواهم دار، شما ملاحظه هایی فرمایید که میشه با روش های این کار رو انجام داد. به عنوان مثال این فایل رو که ملاحظه بفرمایید که برای اینکه بتونیم الزام استاندارد رو پوشش بدیم یه فرمتی به وجود آوردیم که بر اساس خواسته استاندارد و الزامات استاندارده که اسمش رو گذاشتیم استاندارد نیازهای دانشی فرآیندها و واحدها. به عنوان مثال برای فروش
برای برنامه‌ریزی، برای واحد آموزش، برای بازرگانی خارجی، برای کالیبراسیون، برای سطح مختلف، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، تولید و غیره، یه استاندارد دانشی وجود داره. دانش مورد نیاز. یا فقط منظورم از دانش مورد نیاز دانش موجود نیست الزاما. ممکنه یه دانش نیاز داشته باشه ولی الان در واحد فروش ما یا واحد مثلا کنترل کیفیت ما موجود نباشه. هر چی که نیاز داره اینجا نیست. مهارت‌های ارتباطی، استراتژی‌های بازاریابی، مدیریت برند و غیره. نوع دانش. آیا این دانش از نوع مدیریتی است، از نوع مهارتی است، از نوع عمومی هستش؟ حالا این تیپ می‌خوره، حالا شاید خیلی کلیدی نباشه ولی خب تیپ دانش مشخص بشه خوبه. وقت اینجا تعیین می‌کنیم که آیا این دانش موجود هست یا خیر. می‌بینید که توی این نمونه‌ای که من دارم خدمتتون نشون میدم، برخی از اینا تیپ خورده به عنوان دانش‌های موجود و بعضی از اینا تیپ خورده به عنوان دانش‌هایی که موجود نیست. برای این دانش‌هایی که موجوده تعیین تکلیف می‌کنیم که به چه شکل موجوده. بعضی از دانش ها به صورت دستورالعمل‌های کاری، روش‌های اجرایی یا استانداردهای داخلی. بعضی به صورت تجربه غیر مدون، یعنی ثبت شده نیست ولی می‌دونیم مثلا یه استادکاری داریم توی قسمت جوشکاری، توی مثلا تراشکاری یا چه می‌دونم قسمت‌های دیگه سازمان یا حتی تو قسمت‌های سفارتیتون مثلا یه فروشنده خیلی قوی داره که تجربه خیلی خوبی داره، این تجربهش مدون شده نیست. به صورت تجربه غیر مدون. گاهی به صورت استانداردهای کاری و گاهی اوقات وجود این دانش به دلیل وجود مشاوره. شما مشاوره میگیرید مثلا فرض کنید برای عملیات حرارتی خودتون یا هر قسمت دیگه، مثلا فرض برای قسمت حقوقی، قسمت مالی مشاور میگیرید که در اختیارتون باشه. اون مشاور دانش داره تجربه کرده در اون سازمان شما و تو اینجا مشخص می‌کنید تو این ستون‌ها که آیا این دانشی که موجوده اینا که تیک خورده نیازمند انتقال به غیرم هست، یعنی تعدادی که میدونند کفایت میکنه در درون سازمان یا باید به دیگرانی هم انتقال پیدا بکنه. اگر بله روش انتقالش چجوری، اگر خیر که خب همین وضعیت موجود کفایت میکنه. و در صورتی که دانش موجود نباشه چجوری این دانش رو به دست میاره؟ روش به دست آوردن دانش رو در واقع توضیح میدیم. آیا میریم استخدام میکنیم؟ خود استخدام یه متخصص به صورت تمام وقت یه روش به دست آوردن دانشه. جذب مشاور، همونطور که گفتم روش در واقع جذب دانشه. خرید تکنولوژی، آموزش و سایر موارد، میتونه خیلی چیزا باشه اینجا. حتی مدون کردن یک تجربه غیر مدون میتونه روشی برای در واقع ایجاد دانش در درون سازمان و طبیعتاً متعاقب اون انتقالش به دیگران باشه. وقتی ما این کار رو انجام دادیم یه استاندارد، یه چارچوب کلی داریم برای دانش و توانمندی هایی که فرایندها و واحدهای مختلف سازمان ما نیاز دارن. بعد از انجام این کار نوبت به این میرسه که بدونیم تک تک افرادی که در درون سازمان ما هستن چه توانمندی هایی دارن، چه دانش هایی دارن و میدونید که دانش به دو صورت، دانش پنهان و دانش آشکار موجوده. دانش آشکار دانشی هستش که اثباتش راحته. مثلا من تحصیلاتم مهندسی صنایع است، شما در تحصیلاتتون برقه، یکی دیگه تحصیلاتش مثلا چه میدونم حقوقه، این چیزایی قابل اثباته. یه سری دورهای آموزشی گذروندیم، سرتیفیکیتایی داریم، سری چیزا راحت قابل اثباته. ولی بعضی از دانش ها ممکن قابل اثبات نباشه. مثلا من ممکنه به زبان آلمانی مسلط باشم، هیچ گواهینامه هم نمیتونم به شما نشون بدم به دلیلی که مثلا 10 سال تو آلمان زندگی کردم. یا فرض کن یه نفر به اکسل خیلی مسلطه، نمیتونه در واقع با گواهینامه به شما ثابت کنه که اکسل بلده یا هر نرم افزار دیگه‌ای، به صورت تجربی یه سری چیزا رو به دست آورده. ما برای اینکه بتونیم توانمندی‌های در واقع کارکنان خودمون رو تو بخش‌های مختلف بسنجیم، یه ساختاری رو در واقع داریم که تو این ساختاره میان توانمندی‌های موجود رو استعلام می‌کنیم از کارکنان سازمان خود. برای ساده سازی قضیه ما اینا تقسیم کردیم به سه دسته: توانمندی‌های عمومی، توانمندی‌های تخصصی و توانمندی‌های مدیریتی. حالا تو این باکس هم چیزایی نمیشم که درمش توضیح خواهم داد. توانمندی‌های عمومی، اول بگم این فرمو چه می‌کنیم. این فرمو در اختیار کارکنان قرار میدیم تا آن چیزهایی رو که فکر می‌کنن، حتی ممکنه واقعی هم نباشه، بعداً اینو تصدیق خواهیم کرد، تایید خواهیم کرد، فکر میکنن توانمندی‌هایی دارن، دانش‌هایی رو دارن، به صورت خود اظهاری ثبتش میکنن. برای اینکه خودسانسوری نکنن ما یه در واقع سرخط‌هایی رو تو این سه تا در واقع ستونی که خدمتتون گفتم نشون بدیم به دوستان.
چون بعضی از این دانش‌ها ممکنه الان مورد نیاز سازمان من نباشه، مثلا زبان آلمانی، مثلا ممکنه من با هیچ آلمانی زبانی یا مثلا اسپانیایی زبانی سرکار نداشته باشم، ولی به هر دلیلی ممکنه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه سازمان من نیاز به این پیدا کنه برای نمایشگاه بین‌المللی برای مثلا اسپانیا یا مثلا ترکیه، نیازمند یه نفری باشه که زبان ترکی استانبولی بلد باشه به عنوان مثال، الان نیاز نداره ولی 3 سال دیگه ممکن نیازمند این باشه. اگر افرادی رو داشته باشه در درون سازمان توانمندی رو داشته باشه، خب خودش خیلی فرصت مناسب هستش برای سازمان برای اینکه از توانمندی‌های داخلی سازمان استفاده بکنه، خودش ایجاد انگیزه هم میتونه بکنه برای درس خوندن. حالا اینجا چیزا مختلفی نمیشه. توانمندی عمومی از قرائت قرآن و نجاری و کتابداری و موسیقی و خوشنویسی و مجسمه‌سازی و غیره. شما میتونید اینجا اضافه هم بکنید هر چیزی که فکر می‌کنید که اینجا مثلا فراموش شده و میتونه برای سازمان شما مفید باشه، اینو میتونه اضافه بکنید. شاید عجیب باشه براتون مثلا بحث خوشنویسی و نمیدونم موسیقی اینا رو اضافه کردیم. گفتم یه وقتایی یه اتفاقاتی میفته نیازمنده به این موضوع ممکنه بشه، ممکنه الان خیلی برام مهم نباشه. توانمندی تخصصی مثل مهارت زبان خارجی، مهارت تغییرات دستگاه، نصب دستگاه، تنظیمات خاصی یه دستگاه، اون چیزایی که معمولا تو تجربه به دست میاد اینا اینجاست، بر ابزار دقیق و غیره. توانمندی های مدیریتی مثل فنون مذاکره، سرپرستی، برنامه‌ریزی، نمیدونم خرید، فروش، استانداردهای مدیریتی رو باش آشنا هستم یا نه، برابری اطلاعات. حالا اینها سرحدهای فیکس شده و نهایی نیست. شما میتونید هر چیزی که فکر میکنید براتون مفیده به این اضافه کنید. و این ستون که گفتم خدمتتون برای چه یادگیریه که من از کجا، یعنی فردی که داره ادعا میکنه اینا رو یاد گرفته یا بلده، از چه روشهایی یاد گرفته؟ آیا از طریق دانشگاه یاد گرفته، از طریق کلاس‌های آموزشی، از طریق مطالعه شخصی، تمرینات شخصی، آموزش اینترنتی، تحقیق پژوهش، خودآموز، تجربی، استاد شاگردی برمی‌داره. اگه دقت کرده باشی این صفحه اول راهنمای پر کردن فایلیه که در ادامه به شما نشون خواهم داد. اینه ادامه فایل. اصل قضیه دوستان باید اینو پر کنن. عنوان توانمندیشون چه مهارت، دانش یا مثلا چیزی رو میدونن که ممکنه برای سازمان مفید باشه، چجوری یاد گرفتن، همون ستون سمت چپ که خدمتتون گفتم از اونجا میتونن اینجا بنویسن، حالا حدودا چه سالی یاد گرفتن میتونن اشاره بکنن، و این ستون آیا گواهی نامه داره یا نه. خواهش میکنم تاکید بکنید و خودتون هم در جریان باشید که ما دنبال این نیستیم شما گواهی نامه داشته باشید یا نه، ما همکاران شما گواهی نامه داشته باشن یا نه، ولی حالا گواهی نامه داره تیک بزنه خب چه بهتر، ممکن بعضی موقع مثلا این گواهی نامه هم داشته باشه، ولی حتی این گواهی نامه هم نداره بگید اینجا ثبت کنه و در اینجا قرار بده. ملاحظه میکنید این فرم برای یک نفر از پرسنل پر میشه، یعنی تک تک پرسنل به صورت مجزا بعد این فرم رو تکمیل کنم بیا تو پروندهشون قرار بگیره. احتمالاً این چالش تو ذهنتون ایجاد شده که حالا اگر کسی بلوف زد یا فکر میکنه که مثلا چیزی رو وارده ولی در عمل بهش وارد نیست، اون وقت چه اتفاق میفته؟ خب چالش مهمیه. به این خاطر ما این فرم تصدیق توانمندی‌های افراد رو به وجود آوردیم. منتها این بلافاصله بعد از ادعای افراد پر نمیشه، یعنی بلافاصله بعد از پر شدن فرم قبلی پر نمیشه. این رو پر کیس یعنی موردی پر میکنیم. هر زمان که ما به دانشی نیازمند شدیم، مثلا 6 ماه دیگه بخوام مثلا همون نمایشگاه استانبول شرکت بکنیم، نیازمند کسی هستیم که ترکی استانبولی بلد باشن، این فرمه میاد بیرون اینجا نوشته شده نام دانش مثلا مهارت یا تسلط به زبان ترکی استانبولی، مثلا آقای ایکس، خانم وای و آقای زد، سه نفر تو فرم های مختلف ادعا کردن این توانمندی رو دارن، اسامیشون اینجا می‌نویسید، شماره پرسنلی، حالا محل کار، و یه گروهی رو مشخص می‌کنید برای در واقع مذاکره کردن با این افراد، می‌تونید برای مذاکره از افراد بیرون سازمان استفاده کنید و توانمندی رو تصدیق کنید، توانمندی این افراد رو، و بر اساس این تصدیق شدن توانمندی ازشون استفاده بکنید. بنابراین همونطور که ملاحظه می‌فرمایید استفاده از این فرم کمتر اتفاق می‌افته هر زمان که نیاز پیدا بکنید، نیاز به تکمیل این فرم میشه. و در نهایت می‌رسیم به این فرم که فرم نیازهای دانشی سالانه سازمان هستش. ما تو ویرایش قبلی نیازسنجی آموزشی می‌کردیم، همچنان هم هست، اون حفظ کردیم، حذفش نمی‌کنیم. ما تو این چیزایی که گفتیم اضافه شده بشه در واقع.
به جای که بیان نیاز آموزشی شناسایی کنیم. چرا؟ چون گفتیم ما دانش برامون مهمه، ممکن یه بخشش از راه آموزش به دست بیاد، ممکن راه‌های دیگه بخوایم استفاده بکنیم. میایم نیازهای دانشی رو در طی سال مثلا سال 1397 شناسایی می‌کنیم. مثلا ممکنه عملیات حرارتی مثلا یه استینلس استیل خاصی مد نظرمون باشه، این دانش شما ندید، نمی‌دونیم چه جوری باید عملیات حرارتیش کنیم. حالا فرض بدیم که دستگاهشو داریم، حتی دستگاهش هم نداشته باشیم، می‌خوام ببینیم چه جوری اصلا روال عملیات حرارتی چه جوریه. افراد و این دانش‌ها رو اصلا اینطوری می‌نویسیم، راه اندازی به روزنامه به روزنامه کار کردن با وبسایت یه دانش دیگه است، نحوه وصول مطالبات چیزی که مثالی که اینجا نوشته شد. واحدها یا افرادی که به این دانش نیاز دارن، مثلا آقای ایکس، آقای وای، مثلا خانم ای، خانم بی، اینجا نوشته میشه. این دانش چگونه کسب میشه؟ این دانش عملیات حرارتی فلز ایکس مثلا، مثلا فرض کن مثلا استخدام مشاور یه روش به دست آوردن دانش هم اینطور گفت خدمت شد. خب توضیحات اول قرارداد با مشاور، بنابراین سازمان باید بره دنباله بگرده یه مشاور پیدا کنه، مشاوری که متخصص حالا روش های ارزیابی تامین کننده داره، تامین کننده من خدمات میشه اینجا دیگه، خدمات در واقع مشاوری خوب شما رو بده، یه مشاور خوب استخدام میکنه و دانش خودش رو این 3-4 نفری که تو اینجا گفتیم انتقال میده. حالا به صورت حضور در سازمان یه شکل های آن جاب ترینینگ ممکنه پیدا کنه، آموزش این شغل یا در طی شغل در طی کار. حالا سوال بعد اینجا مطرح میشه، آیا به جز این 4-5 نفری که اینجا مشخص کردیم کسای دیگه هم نیاز به آموزش دارن که باید بهشون انتقال بدن؟ این 4 نفر مثلا میگیم آقای 1، خانم 2، خانم 3 نیازمند هستن. روش انتقال آموزش این افراد توسط مثلا یکی از اون افرادی که تو اونجاست. زمانی که آموزش اینجا تیک میخوره یا اینجا تیک میخوره، ما نیازمند این که اینو ببریم تو برنامه آموزش سالیانه خودمون، یعنی جزء نیازسنجی آموزش ما میشه. یعنی سورس بسیار خوبی خواهد بود برای اینکه ما نیازهای آموزشی خودمون رو شناسایی بکنیم. به شکل دیگه، به جای اینکه به شکل سنتی هر سال بیایم نیازسنجی آموزشی بکنیم، نیازهای دانشی رو در بیاریم که ممکنه برخی از این نیازهای دانشی که داریم تبدیل بشه به نیازهای آموزشی که در طی سال اتفاق خواهد افتاد. به دلیل اینکه تاکید کردم چند بار روش‌های به دست آوردن دانش متعدده، تجربه، مطالعه، مشاوره، گرفتن مشاوره، تکنولوژی و غیره. اینا نکاتی بود که گفتم خدمت شما در موقع عرض بکنم. امیدوارم خیلی خلاصه مفید که گفتم مفید بوده باشه. من درخواستم.